جنگلی ها حمله کردن، از چهار طرف ریختن توی ده. چی؟ جنگلی ها؟ زود باشید، حمله کنید، همه شونو بکشید. بله قربان، من عملم میام. زود باش. چشم قربان، چشم. آی شمسلی. بله قربان. فکشی ها رو جمع کن، باید بریم طرف گوراب. باشه چشم. زودتر. آهای بیا ببینم. بجنبید. بله. گلن گلن نداره که توف بریم. Thank you.
آقای مفاخر عزیز، لطفاً اون موزرتو بنداز بیرون. بنداز. دیگه چی همراه داری؟ پول دارم، سکه طلا. چقدری هست؟ خیلی زیاد، انقدر که با عمرت ندیدی. اگه جون من نجات بدی، 10 مقابل این طلا بدی. میترسم بفهمم. اگه بفهمن تیر بارونم میکنن. نه ترس، کی میخواد بفهمه؟ غیر از من و تو کسی اینجا نیست که. اگه تو هم ندید بگیری انگار هیچ کس نفهمید، مگه نه؟ خدا؟ خدا که فهمیده؟ مگه نه؟ باید وسط همین میدون گوشت تا گوشت سرتو برید. غلط کردم، عفو بفرمایید. هرچی طلا دارم مال شما، بازم طلا بخوام میارم. فقط منو نکشید، منو نکشید. خیال کردیم ما مثل خودت بنده و برده پول هستیم؟ مرد انقدر خار و زبون نباش، ما تابع عدالت هستیم. فقط منو نکشید، بخشش از بزرگانه. رحم کنید، رحم کنید، منو نکشین آقا میرزا، نکشین. مگه ما مثل تو سلاخیم؟ نه نیستین. به تو فردا محاکمه میشیم مفاخر. محاکمه؟ این مرده که من اونو ببرین از اینجا. بلند شو، بلند شو دلاور نکبت. امشب ببرینش یه جایی مراقبش باشین تا فردا. میبریمش خونه ساله، خونه ساله زیر زمین داره. رابیوف، محاکمه دیگه چیه میرزا؟ محاکمه چه معنی داره؟ این مردک باید جلوی همین امامزاده حلق‌آویز بشه. بگذارید بره، فردا باید محاکمه بشه. رمیاف، قبل از محاکمه مفاخر هیچ کس حق نداره به اون آسیبی برسونه. این حرف رو باید به اون مردم عزاداری گفت که هنوز فرصت نکردن عزیزانشون رو کفن کنن. اونها بیرون منتظرن. مردم کسما، این مردک مفاخر جنایات زیادی صورت داده که باید به یکش رسیدگی بشه. فقط شهر شما نیست که لگدکوب خشون اون شده. همه دهات سر راه با آتش کشیده شده، غارت شده، نفوس زیادی تلف شده که هنوز کسی از عده اونا اطلاع درستی نداره. ما نباید اجازه بدیم این جنایات بی حساب و کتاب بمونه. باید به حکم شرع عمل کنیم. باید مفاخر و فرماندهان قشونش استنتاق بشن و همه وحشیگریایی که کردن بروز بدن. میشنوید آی جان؟ این حرفا رو میزنه که به شما نشون بده از این به بعد تو کسما هم حکم حکم میرزا کوچک خانه. نگذارین مفاخر پاش به خونه ساله برسه پسر.
بکشش. چشم دایی جان، چشم. چرا لال شدی؟ با اون تنابا اومده بودی ما رو دار بزنی. یادت میاد تو محبس روسا اون عصای آبنوس چماخ شده بود واسه من؟ آبروسی دست بردار. اسیرو نمی کشن داشمشتی. مزد غیرت و شهامت جوان جنگلی سیلی نیست میرزا. درسته که ما اسم جنگلی رو خودمون گذاشتیم، اما قرار نیست که مطابق قانون وحش رفتار کنیم. جوانهای ما آتش انتقام در سینه هاشون شعله می کشه. دلشون بخواد حالا که تفنگ به دست گرفتن داد خودشونو از بیدادگر بگیرن، اما این کارای تو میرزا مثل آبیه که بریزن رو آتش. جوانای ما باید دل و جرعتشون رو تو جبهه های جنگ نشون بدن، نه با اسلحه کشیدن روی اسرا. ما نظامی هستیم حاجی، نه اشرار سر گردنه. مگر غیر از اینه که اونا برای قتل عام ما به اینجا اومدن؟ اونا با کدوم قانون نظامی سر راه خودشون این همه آدم رو به دار کشیدن؟ عمل هر قشونی نشان دهنده نیت فرمانده اون قشونه. روسا و ایادی روسا میخوان با وحشیگری از ما زهر چشم بگیرن، اما ما وحشی نیستیم. اگر جنگلی ها از همین حالاتن به انضباط ندن، فردا زمانی که نوبت حمله ما میرسه، خدای نکرده از ما همون رفتاری سر میزنه که از قشون مفاخر سر زد. چرا ما ویلان شدیم؟ چرا بی خانمان شدیم؟ چرا محروم و مایوس به گوشه جنگل پناه آوردیم؟ برای این که ما همه از اون مجاهد سرخوردهی که همه چیز خودش رو به خاطر مشروط باخت تا اون زن شیر خشکیده نخواستیم رو پاهای خودمون بیستیم. تن دادیم به هرج و مرج برای گرفتن حق و حقوقمون. نشستیم به امید اقدامات دیپلماتیک حضرت اشرف‌ها، عمرای خودستا، سردار و سرلشکرای جوون جنگ ندیده، رجاله های سیاست ماز. نشستیم به امید جوونای کم جرأت بی انضباط ماجراجو، مردای قهوه خون نشین حراف بی دل و جرأت. نشستیم به این امید که یک قشون گشنه بی فشنگ از حق ما دفاع کنه. از تهران تا اصفهان، از تبریز تا همدان، از رشت و انزلی تا کرمانشاهان، از خراسان تا سلطان آباد، تا خرم‌آباد و بروجرد، اول پای مال قلدرهای خودی بود، حالا لگد کوب افراد قشون بیگانه. روحانیون با خدای ما، روشن فکرهای وطن خواه ما از بیم قتل عام به طرف عراق و کردستان مهاجرت کردند.
جاندارمای ما لخت و اور و پاپتیا کشته در ساوه و قم و اصفهان دارن با امپراتوری تزار و برادر خوندش امپراتوری انگلیس می جنگن. آگه اسبای جاندارمای ما از بینعلی چلاق شده، جوانهای از جان گذشته ما که برای کمک به اونها داوطلب خدمت نظام شدن به واسطه خیانت همین امنای لشکر به خاطر فقدان اسلحه و تجهیزات به دلیل خیانت و هرج و مرج به جای این که راهی جبهه‌های جنگ با اجنبی باشن یا آمدن به جنگ ما یا دارن خاک رو به یک کاخهای کلونل‌های انگلیسی رو جارو میکنن. من دیدم، به والله من دیدم، من به چشم خودم دیدم که این جوانها داشتند سنگریزه های ساحل همین بندر انزلی رو برمیچیدند تا خانم فلان جنرال قنصور روس پاش رو ماسه نرم بگذاره. توف! به خاطر چی؟ به خاطر کی؟ به خاطر کی ما به این روز سیاه افتادیم؟ به خاطر ضعف ایمان، نداشتن اعتقاد، نشناختن مسئولیت، عدم انضباط، به خاطر خودخواهی و خودپرستی کسانی که قدرت رو به دست گرفتن، به خاطر خیانت و حکومت‌های نالایق که به جای خیراندیشی برای مردم مثل دزدهای سرگردنه فقط به خاطر خودشون می‌جنگن. اینو هرگز فراموش نکنید. ما نه دزد سرگردنه ایم نه راهزن. ما اومدیم به جنگل که در مقابل متمدن نماهای خودفروخته شهرنشین از حق خودمون دفاع کنیم و زیر بنای یک تمدن پاک و پاکیزه و یک نظام برحق رو در همین جا پایه‌ریزی کنیم. اگر حکومت تهران قادر نیست از حق ملتش دفاع کنه، خدای این ملت که قادره. ما باید حکومت تشکیل بدیم. ما با توکل به پروردگار قادر و با استعانت از احکام دین مبین اسلام حکومت خواهیم کرد. ما امروز در همین جا رسما حکومت هیئت اتحاد اسلام رو اعلام میکنیم. بعد از شکست مفاخر، قنصول روس تصمیم گرفت قزاق‌های روسی رو که در بیرحمی شهرت داشتن به سرکوبی جنگلی ها بفرسته و قشونی که از 300 قزاق روس و 50 نفر تفنگچی محلی به فرماندهی ابوالفتح خان یاور تشکیل می شد به جنگل فرستاد.
این عده در محلی به نام ماکلوان با ما روبرو شدند و در جنگی که چندین ساعت طول کشید شکست سختی خوردند، طوری که فقط 134 نفر از اونها تونستن به صومعه سرا برگردن. بقیه هم یا کشته یا زخمی یا اسیر شدن. ما تو این جنگ تعداد زیادی اسب و اسلحه به غنیمت گرفتیم. تعداد مجاهدین جنگل در جنگ ماکلوان از 70 نفر تجاوز نمی‌کرد. غالب شدن اونها بر قشون چند صد نفری قزاق باعث بالا رفتن روحیه و شادی بسیار مردم گیلان شد که هر روز بیش از روز قبل به قوای مسلح جنگل امید می‌بستند. سلام. سلام علیکم. سلام. غذا رو آوردم. غذا رو مشهدی محمد رسول بابام گفت غذا رو چیکار کنم. غذا رو بیاریم. غذا رو یا بیاییم بخوریم. غذا رو برو به بابات بگو غذا رو بیاره اینجا. غذا خودتو بکشین بچه. گوله بخوره تو پیشونی، دیگه تا آخر عمرت از غذا خبری نی. پس معطل چی هستی؟ چرا نمیری غذا بیاری؟ من خسته شدم، میخوام جنگ کنم. دو نفر رو بفرستین غذا رو بیارن. آه ها، احمد تو با غلام رضا برید کمک مشهدی محمد رسول غذا رو بیارید اینجا تا اینم جنگ کنه. نهار میخوام بخورم، دیگه تمام شد. کلک هممون چند نهارم بهمون میدن؟ اگه همینجا توی بارونمون نکنم خوبه، اگه ببرنمون پیش میرزا خیالمون راحت شد. چطور؟ میرزا اسیرا رو آزاد میکنه. توی جنگ کسما به کسایی که اسیر شده بودن ولی نمیخواستن جنگ کنن جیره راهم داد. بله، ولی همونهایی که آزاد شدن دوباره اومدن به جنگ میرزا مثل جنابالی. اسماعیل! اسماعیل! چه خبر شده؟ غذا رو آوردین. برو تو سنگر ماین و رایا غذا بخور. غذا؟ آره، ماین و رایا گفته بیاین غذا بخورین، اما سنگرتون خالی نذارین. یعنی چی سنگرتون خالی نذارین؟ چطور میشه هم اومد غذا خورد هم سنگر رو خالی نذاشت؟ کجا میری عنایت؟ میرم به بقیه خبر بدم. دیگه بقیه نداره، من آخری هستم. بیاین چی بینم بیپر من مواظب من باش، سرتو بیار بالا. آها، همین قد بیشتر بالا بیار. اون درختو میبینی؟ آره. راست اون درختی بندازی کن، من دارم میرم همون طرف. اگه کسی اونجا سرشو بلند کرد بزن وسط مغزش. تا وقتی صدای مرغ حقو نشدی تیر ننداز، بعد شروع کن. فهمیدی؟ آره.
حالا زمانی رسیده بود که جنگلی ها از هر طرف تبریک می رسید و نام نهضت به احترام یاد می شد. تأثیر این فتوحات حتی در روابط مالک و زاره رخنه کرده بود. دیگه مالک به خودش اجازه ناسزاگویی و سختگیری به زاره رو نمی داد. چون که خیلی از دهقانها و کشاورزا اسلحه به دست گرفته و دوش به دوش جنگلی ها می جنگیدند. از طرف دیگه مالکین و اعیان طرفدار روس مثل شریعت مدارها، حاجی رستم‌ها، آلوشبیک‌ها و باقروف‌ها که با آویزان کردن پرچم تزاری بالای خانه‌هاشون امنیت پیدا کرده بودن، این امنیت رو متزلزل می‌دیدن. سفارت روس در تهران هر لحظه به فشارش اضافه می‌کرد و از حکومت مرکزی می‌خواست که با اعزام قوا در قلع و قمع جنگلی‌ها شریک بشه. جنگلی ها که برای رئیس وقت دولت مرکزی مستوفی الممالک احترام قائل بودند، دکتر حشمت طالقانی رو به عنوان نماینده به تهران فرستادند تا رئیس الوزرا رو از مواضع نهضت با خبر کنه و با اون به تفاهم برسه. شما جنگلی ها چه خیالی دارید؟ میرزا کوچیک میخواد در گیلان یک حکومت مستقل سر کار بیاره؟ میرزا کوچیک مطلقاً چنین نیتی نداره جناب رئیس الوزرا. گزارش اشخاص مغرض نباید شما رو نگران بکنه. چیزی که منو نگران میکنه ملوک و توایفیه، یعنی همین این وضعی که هست. بنده به عنوان سفیر حسن نیت اومدم خدمت حضرت عالی جناب مستوفی الممالک. ما جنگلی ها به هیچ وجه دست به عملی نمیزنیم که ارکان حکومت مرکزی رو در گیلان به خطر بیاندازه. راستی؟ جای شکرش باقیه. خب البته این رو هم باید بگم که ما در گیلان چیزی به اسم حکومت مرکزی نداریم. هر چه هست به دست قنسول روسه. از وقتی که والی شما از رشت به تهران برگشته، قنسولگری روس هر کاری دلش خواسته کرده، اما به نام حکومت مرکزی. خودتون از اوضاع مملکت با خبر هستید، لازم به گفتن من نیست. خلاصه ما نه زر داریم نه زور. خزانه مملکت مثل کف دست من خالیه. سیاستمدارای وجل ملّه هم یا مثل حشمت و دوله به اندک بهانه قهر میکنن و خونه نشین میشن، یا مهاجرت میکنن به کردستان مثل نظام السلطنه حکومت مستقل ملی تشکیل میدن. مگه میشه یه مملکت دو تا کابینه داشته باشه با دو تا رئیس الوزرا؟ اگه میرزا کوچیک جای من بود چه میکرد؟ علت اقدام نظام السلطنه برای تشکیل یک دولت ملی شاید ناامیدی از قدرت حکومت مرکزی. مردم در تمام ایالات دچار وضع اسف انگیزی شدن. در گیلان که ایالت ثروتمند این مملکته، وضع معیشت مردم از همه جا بدتره. وقتی دولت مرکزی قادر نباشه، لابد مردم خودشون چاره جویی میکنن. همیشه ملوک و توایفی از همین جا شروع میشه. چاره چیه؟ تا به امروز روس‌ها بیشتر از 30,000 قوا در ایران پیاده کردند. در کردستان و خاک عراق جنگ به نفع قشون روس و انگلیس پیش میره. قوای آلمان و عثمانی در حال عقب نشینیه. همدان افتاده دست روس‌ها. قصر شیرین و کرمانشاه هم که رفته زیر آتش. جناب رئیس الوزرا، شما بهتر میدونید اگر پای سالدات‌های تزار برسه به کرمانشاه، وای به روزگار مهاجرین و رجال آزادی خواه. خیال میکنید تا به امروز دلیل مدارا کردن من با کارهای شما در جنگل چه بوده؟
اطلاع دارید که سفیر روس برای متلاشی کردن تشکیلات شما چقدر اعلی حضرت رو تحت فشار قرار داده؟ ترجیبند تقاضاهای ایشون از اعلی حضرت هر بار که در دربار شرفیاب میشن سرکوبی جنگلی هاست. ما داریم دفاع میکنیم از خودمون. روس ها متعرض شدن به حدود ما، به جان و مال و ناموس ما. مرد با همیت چطور دفاع نکنه از ناموس خودش؟ این تومار همین چند روز پیش از رشت رسیده. ملاکین شمال از اعلی حضرت تقاضا کردند برای سرکوبی یک عده اشرار و حفظ امنیت گیلان یک قشون 1000 نفری به منطقه فرستاده بشه. امنیت گیلان آشفته شده یا امنیت خود اونا؟ ای بابا، جناب مصوفی، مرگ مفاخر رو دارن بهانه میکنن. مفاخر والی منصوب دولت شما که نبود، آدم اونا بود. حالا پیش شما و شاه این طور وانمود میکنن که جنگلی ها متعرض شدند به قوای دولتی. اینها سیاست بازیه برای آشفته کردن ذهن من و شما. من اگر بنا بود حرفای اونها رو باور بکنم یا اگر خیال میکردم شما به فکر تجزیه ایران هستید، هرگز به جنابالی وقت ملاقات نمیدادم. بله جناب دکتر حشمت، من شما رو مرد با فراستی میدونم. متشکرم. نکنه خیال کردید در گیلان حریف ارتش تزار شدید و حالا در تهران باید مراتب حسن نیت خودتون رو به دولت مرکزی اعلام کنید تا عملیات نظامی رو با حرکات سیاسی تکمیل کرده باشید. جدن خیال کردید آزاد کردن گیلان به همین سادگی بوده؟ اگر واقعا ساده لوحی رو به این حد رسونده باشید، حوادثی که در آینده پیش خواهد آمد بد جوری تو ذوقتون خواهد زد. از روسیه گزارش‌های نگران کننده‌ای میرسه. شکست‌های اونها در جبهه آلمان بیشتر مردم رو از حکومت تزار نیکولا ناامید کرده. آلمان‌ها هم از سوسیالیست‌های شورشی و گروه‌های بلشویک حمایت می‌کنند. سیاستمدارای روسی که از پیروزی قشونشون در جبهه غرب ناامید شدند فکر میکنند با چند پیروزی در مقابل عثمانی آرامش به مملکت برمیگرده. با این حساب همین امروز و فرداست که چند کرور قزاق تزاری سرازیر بشه به خاک ایرون برای تقویت جبهه شرق. شما در گیلان صد راه این قشون چند کروری هستید. ورق جنگ بین الملل برگشته دکتر. جنگ واقعی در جبهه شرق تازه داره شروع میشه. شما جنگلی ها اگر دیر به جنبید میونه منگنه این جنگ بزرگ میمونید و له میشید. پس چی کار باید کرد؟ نمیدونم، شاید هیچ کار. کاری که از دست من برمی اومد این بود که زیر بار همکاری با قشون روس نرم. تا به حال دولت مرکزی با جریانات جنگل کژدار و مریض رفتار میکرده. بعد از من شما خودتون حدس بزنید که چه پیش خواهد آمد. پس این شایعه کنار گیری حضرت عالی صحت داره؟ مسند سیاسی مثل زندگیه. باید اونطور رفتار کرد که انگار تا قیامت دوام داره، اما در این حال آدم نباید فراموش کنه که شاید یک روزم دوام نیاره. در صورت استعفای شما عمال سفارتخانه روس لابد همه کار این مملکت میشن. من عادت به غیبت پشت سر رقبای سیاسی خودم ندارم. بفرمایید. سلام منو به کوچیک خان برسونید. متشکرم. چشم. خداحافظ. به سلامت.
فقط همین رو تو پای تخت کم داشتیم. بله. یه جنگلی. بله قربان.